آیا جان سلام. درود آمین جان، صدای من خوبه؟ بله صدای عالیه. من میخواستم درباره همون بحث با نیلوفر صحبت رو ادامه بدم و میدونید به نظر من مثلا ما آتیست ها نباید اینقدر ساده باشیم. یعنی جمهوری اسلامی از یه سری از سیاست ها استفاده میکنه که بیاد راه هایی که بر ضدش وجود داره رو تخریب کنه و خیلی از اون سیاست ها دقیقا روی آتیست ها انگار اول از همه داره جواب میده. یعنی اصلا یکی از همین چیزهایی که دارم میگم مثلا همینه که اونها میان مثلا میگن خب اگه مثلا من آزادی بیان دارم باید داشته باشم، مثلا فرضاً به اسلام توهین کنم، پس من بیام مثلا تو بیا مثلا به کوروش و زرتشت و ایران و هر چی که برات ارزشی بیا توهین کن، بیا اصلا چه میدونم همه رو با خاک یکسان بکن. چرا؟ چون میخوای مثلا فرض کن به اسلام توهین کنی، پس بیا همه اونا رو هم نابود کن، بیا مثلا به خانواده توهین کن، بیا به پدر مادر، به همه فوش بده، همه رو به فوش بکش. اینا دقیقا چیزایی که اونا میخوان، اینا دقیقا چیزیه که کاری که میخوان بکنن اینه که اسلام رو مساوی ارزش‌های دیگه کنن، در صورتی که ما یه سری ارزش‌های خوب داریم، یه سری ارزش‌های بد داریم، یه سری چیزای عالی داریم در دنیا که بعد ارزش بهشون داده بشه، یه سری چیزای افتضاح داریم مثل تروریسم، مثل اسلام، مثل تنفر اسلامی و این چیزا که اونا بعد نابود بشن. حتی و من اصلا مخالف چیز نیستم، توهین به مثلا فرض کن اسلام نیستم، به خاطر که اسلام یه چیزی واقعا افتضاحیه، ولی اینکه مثلا فرض کن بخوایم مثلا هم به اسلام توهین کنیم، هم بیا مثلا به زرتشت توهین کنیم، هم به میهن پرستی، به ایران، به پرچم، به همه چی توهین کنیم، این چیز کردن نیست، این آزادی دفاع از حق بیان نیست، این نرمالیزه کردن توهینه. یعنی این اونور قضیه رو درست نمی کنه، این طرف اول قضیه رو داره خراب می کنه. این فرق داره این با اون. منظورم میفهمی؟ یعنی سیاستشون دقیقاً این سیاستی که اونا دارن جلو پای ما میذارن و ما نباید به دامه یه همچین سیاستای بیفتیم. باید بدونیم مثلا نهلیز اینه که شما با تمام ارزشا بجنگی، یعنی هر چیزی که مثلا ارزش داشته باشه تخریب بکنه. آره به اون وقت جواب میدی؟ حتماً حتماً، هر وقت که وقت جواب خواستی فقط کافیه اشاره کنی من باید. باشه. ببین خب مشکل من با شما همینه که شما میگین توهین کردن به یه چیز رو نابود میکنه یا با خاک یکسانش میکنه. خب شما ارزش، یعنی ما باید نرمالیزه بکنیم این که ببینین بیان بیانه. خب ما اگه یه کسی بیاد به ما باید نشون بدیم که ارزش توهین چقدر کمه. وقتی میام میگیم شما به ما بگین که ما بی خداییم دیگه، ما آتئیستیم، خب بیام بگین مثلا ریدم به بی خدایی، خب هشتگ ریدم به بی خدایی، اصلا به خود من بگو هشتگ ریدم به آرمین، من نابود شدم، من با خاک یکسان شدم، هیچ اتفاقی برای من نیفتاد. خب ما میخوایم نشون بدیم که این چیزی، این ارزش نه، این کاری نمیکنه. شما نمیتونین بیان بگین که خب این حرفا رو ببین، ما فقط میخوایم بیان قضاوت بکنیم که چه حرفی درسته چه حرفی غلطه. شما وقتی میان شروع میکنین دیوار کشیدن دور یه سری حرفایی نه که بخاطر اینکه غلطه یا درسته، بلکه به خاطر اینکه بد ما خوشمون نمیاد، زشته، بهمون بر میخوره. شما این دیوار کشیدن رو وقتی نرمالیزه میکنین، این دیوار کشیدنه که تموم میشه فقط دور بر توهین، دور بر همه چی کشیده میشه، چیزای دیگه هم بعضی موقعی یه حرفایی هم هست اتفاقا زدنش مهم میشه. وقتی شما نرمالیزه میکنین که خب این توهینه، خب بعدن دیگه چی توهین نیست، شما نقدم دیگه میگن توهینه. ما میگیم بابا جون چیزی رو که دوست نداری ببین نمیتونیم. حالا بگی شما میگی که این مثلا دام چه میدونم جمهوری اسلامیه، خب ما نمیتونیم بیایم بگیم که چون جمهوری اسلامی مثلا داره یه همچین استراتژی داره پس ما نیام توهین بکنیم به اسلام. خب باید یه کاری بکنیم که توهین به اسلام چیزه انقدر نرمالیزه بشه که مسلمان ها کم ارزش اهمیتی بهش ندن، که این کار کرد، این جاهای دیگه کار کرد. ببینید شما نیا کنید وقتی که ما تو دانمارک کی بودن؟ دانمارک اومدن عکس محمد کشیدن، دیدین چه افتضاحی، چه فاجعه‌ای تو همه اروپا و به کشورهای دیگه اتفاق افتاد. الان که ما کشیدن توهین به محمد رو توی کشورهای مختلف نرمالیزه کردیم و نقاشش رو نرمالیزه کردیم، اون واکنش اولیه رو دیگه اصلا نداره.
خب ما به جای که بیایم بگیم که ببین شما اگه یه قدم شما بیان که این مثلا دام جمهوری اسلامیه پس ما توهین نکنیم به اسلام، خب بعد مسلمان‌ها میگن میان میبینن که ما اگه میگن که میخوان جلوی ما رو بگیرن که به این اسلام توهین نکنیم، فردا این دیواره یه قدم میاد جلوتر. ما به جای که بگیم آها الان به این توهین بگو، نگاه کن تو حرف من اشتباه متوجه شدی، من گفتم که توهین به اسلام باید باشه، اصلا من اصلا تو اسلام یه چیز افتضاحیه که شما باید همه جوره اونو نابود کنی. من گفتم توهین باید تفاوت قائل بشه بین توهین به چیزهایی. تو حرف منو متوجه نشدی، تو هم حرف منو متوجه نشدی، تو میگی باید نابود بشه، من میگم توهین کردن با نابود کردن فرق، یعنی چی نابود بشه؟ یعنی شما فکر میکنی من اگه بگم ریدم تو اسلام، اسلام پر، اسلام رفت، من میگم که ارزش توهین رو باید، یعنی اینکه مردم توهین جدی بگیرن این باید بره کنار. شما تو اگه من نمیگم خوشتون بیاد از توهین ها، من نمیگم که مثلا اگه دوست ندارین یه چیزی رو بشم خب حق باشه مثلا نشنوید، خب ولی نباید بذاریم که کسی بیاد این چیز این سیستم این مثلا روشی که بگه که ما چون چیزی رو دوست نداریم بشنویم یه نفر دیگه باید ساکت بشه چون من دوست ندارم، این روش فکر کردن رو ما از باید کلن از مردم جدا کنیم. میدونی بازم چیه؟ یعنی این ربط این ماورای بحثه، حالا اسلام خوبه اسلام بده، زرتشتی خوبه زرتشتی بده، چه میدونم محمد بده خوبه، این ماورای اینه. ما اصلا ما مبارزه با اسلام رو داریم ولی مبارزه با یه نحوه فکر کامل دیگه هم داریم، این که مثلا بیایم بگیم که چون ما یه چیزی رو دوست نداریم بشنویم شما رو ما باید ساکت بکنیم، این یک عقیده هست که یه مشکلیه که اصلا جدا از اسلام و مسیحیت و دینه. یعنی ما داریم با مبارزه میکنیم با یه عقیده دیگه اینجا که شما نه منظور من این نیست، من موافقه، میگم من موافق توهین کردن مثلا به اسلام و اینا هستم، ولی میگم که حتی موافق توهین کردن به هر چیزی هستم، ولی میگم کار درستی نیست. نگاه کن مثلا بذار برای مثلا این شکلی مثال بزنم، نگاه یه کلمه میتونه شدت‌های مختلف داشته باشه، شما مثلا فرض کن یه کلمه مثلا ببخشید مثلا فاک در انگلیسی ممکنه شما با یه شدتی مثلا اون رو ببینی اند تو ذهن مردم وجود داشته باشه، در حال هر کشوری میتونه یه شدت مختلفی داشته باشه، یعنی در فرهنگ‌های مختلف کلمات با شدت بد و خوب مختلفی سنجیده میشن. شما ممکن مثلا فرض کن بخوای مثلا توهین بکنی، مثلا به همه چی هم توهین کنی، خود توهین سازی رو خود توهین کردن رو بخوای نرمالیزه کنی، خب این هیچ پیشرفته چیزی نکرده، فردا یه کلمه دیگه میاد از توهین بدتر، مثلا یه تحقیر یه چیزی میاد از اون بدتر که نه. مثلا فرض کن متوجه نشی من چی میگم، من نمیگم بیام توهین بکنیم که توهین، بذار اول حرف میلاد رو بخونم. میلاد میگه چرا اینقدر توهین کردن بده، من نمیفهمم چرا باید خودم رو سانسور کنم اون چیزی که تو ذهنم هست رو نگم. ببین آریا جان، من نمیگم بیان همه چرا توهین بکنیم، خب من بالاخره منم یه توهینایی برام رکی که دوست ندارم بشنوم، خب ولی اگه من دوست ندارم بشنوم نمیام بگم مثلا اگه آریا خواست توهین بکنه و من دوست ندارم نمیام بگم آریا ساکت شو، من خوشم نمیاد نمیخوام بشنوم میرم یه جایی که نمیشنوم. خب ما موقعی میگیم با توهین باید تبدیل به یه اسلحه بشه که دارن دیوار کشی میکنن دور و بر یه سری حرفایی، نمیام همیشه بیان به همه چی توهین بکنی، خب ولی وقتی یه کسی میاد میگه اینو بگید اونو نگید، اگه اینو بگید اون میشه، اگه اونو بگید ما این کارو میکنیم، فلانتون میکنیم بهمانتون میکنیم، شما با ما نیستی نگه اینو، یعنی براتون یعنی خط قرمز میکشن، این خط قرمز ها فردا دیوار میشه. اون وقتی که یه حساسیتی وجود داره، یه کسی بخواد بیاد ما رو به زور سانسور بکنه، اون موقع این توهین برای ما اسلحه میشه. خب حتی تو جبهه خودمون اگه یه کسی اومد گفتش که آقا به بی خدایی توهین نکنی، من خودم میرم تو صفحه اول توهین به بی خدایی. کی میگه یعنی چی توهین نکنی؟ توهین بکنی. خب این اصلا یعنی چه شکلی میشه؟ مثلا فرض کن، یعنی به نظر تو مثلا اگه یه نفر از این که مثلا به خانوادش توهین میشه ناراحت بشه، پس بعد به خانوادش بیشتر توهین کنیم تا اون کمتر ناراحت بشه؟ نه نه نه، بیا مثالتو من بهتر میکنم. خب این مثال عالی بود آریا جان. خب من برای که مثال من فرق نشه و یه مثالی باشه که شباهتش بیشتر باشه که ما داریم باش صحبتی که میکنیم و میام یه ذره مثالو تعویض میکنم. خب ببین مثلا فرض کن که تو من میام
به خانواده یک کسی، میاد مادر یه نفر مثلا مثل کاریکاتور میکشن به شکل خیلی زشت، خب، و میاد مثلا به مادر یه نفر توهین میکنم، خب این میاد نگاه میکنم من حق دارم این کارو بکنم، برای حق دارم این کارو کنم، ولی اخلاقیه نه، به شدت کار زشت و غیر اخلاقیه. مثلا فرض کنید که مادرش هم مثلا مثلا هیچ کاری با من نکرده، این یعنی چه رفتی داره، چرا این چه کاریه، کار خیلی زشتیه، خب. ولی فرض کنید حالا قبول این کار زشتیه، بگم ای چه تو چرا بهت برمیخوره، چون داره بهت برمیخوره، من باید به مادرت فحش بدم که دیگه بهت بر نخوره، این کاملا غیر منطقیه و هیچ ارزشی نداره. حالا ولی بیاین داستان یه مقدار عوض کنیم، خب فرض کنیم که مادر شما یه سیاستمداره، یه سیاستمدار خیلی با یعنی چیزم قدرت هم داره، خب، و یه نفر یه کسی یه جایی توی روزنامه دربارش کاریکاتور کشیده و میخواد بیاد بگه که غیرقانونیش بکنه که شما حق ندارین درباره من کاریکاتور بکشین، خب تو اون شرایط که مادر شما یه سیاستمداره که داره جلوی آزادی بیان رو میگیره، اون وقت به نظر من هم از لحاظ قانونی، هم از لحاظ اخلاقی و هم از لحاظ استراتژیکلی مفید است که ما بریم کاریکاتور مادر شما رو بکشیم. درسته شما به عنوان مثلا پسر این شخص بهتون برمیخوره و ما متاسفم که بهتون برمیخوره، امیدوارم شما بتونید نبینید چیزی رو که دوست ندارین ببینید، خب یعنی ما هدفمون این نبوده که شما درسته که مادر شماست، درسته که شما اذیت میشین، هدف ما اذیت و آزار به شما نبود، ولی متاسفانه مادر شما داره یه قانونی میذاره که ما نتونیم بهش توهین بکنیم، ما میخوایم این قانون که داره پیشنهاد میشه ما بریم هزار بار بیشتر بهش توهین بکنیم که واکنش عکس بده، یعنی نتیجه عکس اون چیزی رو که میخوایم بدیم، یعنی یکی کسی بیاد پیشنهاد بکنه که این حرف نباید زده بشه و بخواد جلوشو بگیره، ببینه که یه همچین روشایی باعث میشه که اون چیزی که میخواستین جلوشو بگیرین که این ما جلوی این روشا رو میخوایم بگیریم، خب ما میخوایم این روشا پاپولار نشه، رواج پیدا نکنه، که کسی از این روشا استفاده نکنه که دفعه بعد ممکنه بیان بگین لطفاً مثلا توهین نکنید به جای اینکه بخواید زورش بکنید. خب این مثال یه مثال استثناء بود، اصلا هیچ ربطی، یعنی با استثناء نمیشه یه موضوع کلی رو بررسی کرد. کجاش آره جان کجاش استثناءه، مشکل اسلام هم همین اسلام هم ببین مشکل نه من درباره میگم من که گفتم من موافقه اصلا این استثناء نیست، اصلا این استثناء نیست. وقتی یک مسلمان داره میاد به من میگه که چرا به محمد فحش میدی، خوبه من اگه به مادرت فحش بدم، خب اسلام محمد اون پیغمبر به قول خودت استفاده میکنی، چون که من چنین حرفی اصلا نمیزنم، من دارم میگم آره جان من حرف تو رو گوش نمیکنی، من دارم چه این قهرمان ببین من دارم میگم که وقتی که ما داریم دفاع میکنیم از توهین، وقتی که مردم میخوان دور یه سری عقایدی دیوار بکشن، خب تو اومدی یک مثال زدی و من گفتم این مثالی که تو داری میزنی شباهت نداره با کاری که من دارم میکنم، مثالی که تو داری میزنی شباهت بیشتر خواهد داشت با کاری که من دارم میکنم اگه این مادر یک سیاست مادری بود که میخواست حرف ما رو غیرقانونی بکنه. تو میگی این استثنای کجاش استثنائه؟ اسلامو توهین به اسلامو غیرقانونی کردن استثنائه؟ مثلا این فهم کنی، مثلا من خودم مهمون هفته قبلمون فهم کنی وقتی که میخواست بیاد اگه اینا قدرت حکومت آینده بیافته تو دستشون، شما فکر می‌کنید مردم بخوام بیان زرتشت توهین بکنن اینو میذارن قانونی باشه؟ آخه من معلومه که اینو می‌خوام یه جلوی این حرف رو بگیرم. بگو من کی گفتم که به اسلام نباید توهین بشه؟ من همش دارم میگم آقا نه. به اسلام باید توهین بشه. گوش نمی‌کنی تو، گوش نمی‌کنی من دارم چی میگم. خب حالا بذار درباره زرتشت اینا مثلا نگاه کن، درباره زرتشت، درباره نمی‌دونم کوروش، درباره میهن پرستی، درباره ایران، خب این شکلی که مثلا فرض کن ببین مثلا با این روش مثلا جمهوری اسلامی میتونه هر چیزی که بخواد تخریب بکنه، فقط کافیه که مثلا یه مقدار درباره صحبت بکنه. برای مثال مثلا یه مثال دیگه خیلی خیلی نزدیکتر برات میذارم، درباره امید دانا. امید دانا مثلا اون دفعه داشتیم صحبت می‌کردیم، دیدم مثلا خیلی خیلی کلمه مثلا میهن پرستی و این چیزا رو به کار می‌برد. اینها دقیقاً به عمد روی این کلمات دست میذارن، یعنی به عمد میان اینجور کلمات رو استفاده میکنن که معنی اونا رو بچرخونن، به نفع خودشون میخوان عمل کنن. ولی مثلا اگه آتئیست‌ها باهوش باشن این موضوعات رو میفهمن که اینا دقیقاً دارن این مثلا فرض کن اگه مثلا میخوان زرتشت رو، زرتشت دین زرتشتی رو مساوی اسلام بگیرن، خب مثلا از دید منم از لحاظ غلط بودن مساوی هست، ولی زرتشت کجاست، دین زرتشتی کجاست، دین اسلامی کجاست، زمین تا آسمون. قبول دارم، خب منم قبول دارم، ولی من
نمیخوام شرط توهین رو این بکنم که یک چیزی من نمیخوام بیام یک تبلیغی که ما میخوایم بکنیم از چیزی که ما میخوایم برای یه حکومت، من نمیخوام کسی برداشتش این باشه که ما توهین رو فقط وقتی اجازه میدیم که اون چیزی رو که دارین توهین میکنین حقش باشه که بهش توهین بشه. خب ما باید رو راست بگیم که ما طرفدار چی هستیم. ما توهین رو به همه چی اجازه میدیم و خب من فکر میکنم باید الگی میشه. خب یعنی نه ما اجازه ببین ما توهین الکی رو هم اجازه میدیم. ما ممکنه بیام قضاوت بکنیم که این توهین الکیه، ولی ما نمیخوایم تبلیغ دروغ بکنیم به دوستان مسلمان ما. ما میخوایم بگیم که ببینید شما بله شما الان باید قانعشون بکنیم که حکومتی رو که ما میخوایم که همه قابلیت توهین به اسلام رو دارن، قابلیت توهین به زرتشتیت هم دارن، قابلیت توهین به ما هم دارن، و باید قانعشون بکنیم که این اشکال نداره، چون این باعث میشه که یه ما حکومتی رو بیاریم که اونا بتونن چیزایی که برای ما ببین اسلام برای من توهینه، اسلام توهین به منه، خب اسلام به توهین هم همه ماست. اسلام دیگه ما باید بسوزیم تو ابد تو جهنم. خب اسلام یک توهینه به همه ما بی خدایان، به همه ما مرتدا. خب ما داریم میگیم که آقا جان این توهین به ماست و ما غیر قانونیش نمی کنیم، شما میتونیم بیان اینو درس بدین حالا بالای 18 سال. خب ما میذاریم شما اینا رو در اینا این اسلامی که توهین به ماست، توهین تو کتاباتون نوشته باید سر ما رو بزنن، اون علیتون میگه کافر رو باید برن آتیش بزنن، ما داریم به شما اجازه میدیم برین اینا رو بخونید و تبلیغ کنید، بعد دارین گیر میدیم به این که ما بگیم هشتگ ریدن به اسلام. آخه ریدن به اسلام کجا؟ سر زدن مرتدا کجا؟ خب یعنی بذارین ما بگیم، چیزی ازتون کم نمیشه ما بگیم، گوش نکنید. این خیلی چیز یعنی واقعا چیز سختی که قبول بکنید که ما بگیم ریدن به اسلام. خب گوش نکن، دوست نداری. آخه این چه انتظار کمیه؟ حالا تو میگی تو نگفتی اسلام، ولی خب ما اگه بخوایم این حرفو بزنیم باید بگیم که باید نشون بدیم که منصفیم. خب تو میگی خب من میگم بگیم ریدن به اسلام، نه گوش کن، ما باید نشون بدیم که ما اگه داریم تبلیغ میکنیم به اینکه یه حکومتی خواهیم داشت که بگیم ریدن به اسلام، میگیم خب ریدن به زرتشت هم پس اجازه داری بگیم. خب ما نمیتونیم بیان بگیم که ما آینده ایران هر کسی حق داره بگه ریدن به اسلام، ولی ریدن به زرتشت اجازه نداریم. مسلمان میگه از همین الان فهمیدیم که شما داستانتون چیه، آزادی بیان شرطی دارید. ببین دلیل این که ما میگیم بگید ریدن به زرتشت اینه که ما باید نشون بدیم که آزادی بیان شرطی ما نداریم، آزادی بیان مطلق ما داریم. دلیلش اینه. ببین خب هر چیزی شرطیه، یعنی شما مثلا فرض کن یک موضوع نگاه میکنی، مثلا میبینی مثلا فرض کن دین اسلام افتضاحه، پس شرط توهین مثلا اصلا به حال به قول تو شرط برای ما توهین، شرط برای توهین ما نمیذاریم. چرا خب نذاریم؟ مثلا فرض کن مثل اینه که مثلا فرض کن من مثلا برم مثلا به ریچارد داکینز وسط یه کنفرانس بگم مثلا ببخشید خب این اصلا خب. اصلا جاش این همچین چیزی نیست، یعنی این مثلا میخوام چی ثابت کنم، این اصلا این همچین چیزی واقعا ببین قاطی داری میکنی آریا، قاطی داری میکنی. من اخلاقی بودن یک چیزو با غیر قانونی بودنش داری قاطی میکنی. خب بله ما قضاوت میکنیم که این کار غیر اخلاقیه، ولی ما داریم میگیم شما از قانونی حق دارین اینو بکنین. ولی البته مثلا هم که زدی وقتی که توی محل شخصی یک کنفرانس شخصی یک نفر این کارو میکنی، اگه اونا دوست نداشته باشن شما حق دارن شما رو بندازن بیرون، ولی شما اگه تو فیسبوک، توی یوتیوب، توی پارک بخوای بری بگی به ریچارد داکینز فوش بدی، این حقو داری. ببین ما توی مثلا تو حکومتی که ما دفاع میکنیم ازش، شما اگه برید توی مسجد خصوصی یک نفر بگین ریدن به اسلام، اونا حق دارن که شما رو از مسجدتون بندازن بیرون. خب حق دارن که به پلیس زنگ بزنن که این آقا اومده داره برای ما اذیت و آزار میکنه، اومده تو مسجد ما میگه ریدم به اسلام، بهش میگیم برو بیرون، نمیره بیرون. تازه میتونن به عنوان اذیت و آزار از شما شکایت قانونی هم بکنن. خب یعنی من میگم شما تو آینده تو حکومتی که من ازش دفاع میکنم، حق داری رو فیسبوک، رو یوتیوب، رو توییتر، توی پارک اصلا بری پامفلت بدی که روش نوشته ریدم به اسلام، حق داری این کارو بکنی. ولی اون مسلمون هم حق داره که اگه رفتی مسجدش گفتی ریدم به اسلام، بتونه از تو شکایت قانونی برای آزیت آزار بکنه.
من به نظرم این خیلی منصفانه است. نگاه کن، موضوع اینه که ما با کلماتمون که برای دیگری قانون که تعیین نمی‌کنیم، ما فقط داریم روش درست و غلط رو نشون میدیم. نهایت کاری که میتونیم بکنیم همین. مثلا حالا مثلا فرض کن من بگم، من مثلا فرض کن ریدم مثلا به زرتشت، خب آیا مثلا تونستم قانونی رو عوض کنم؟ نه، فقط و فقط دارم ارزش یک چیز مهمی رو میکشم پایین که مثلا فرض کن ارزشش مثلا بهتر از مثلا فرض کن خیلی چیزای دیگه این وسط بوده. حالا مثلا این مخالفت با ارزش هاست، نه این که مثلا فرض ما با کلماتمون نمیتونیم هیچی رو تغییر بدیم. یعنی این شکلی نیست که مثلا من این شکلی بگم حالا فردا شد قانون مثلا کشور ایران، هیچ چیزی تغییر نمیده. فقط یعنی این مبارزه منفی داره ما رو پایین میبره. ببین این بازم میشه مقاطع قهرمان پرمه. من نگفتم یه نفر بیاد یه توهین بکنه همه چی فردا عوض میشه، من هم چه حرفی زدم؟ نه. ولی ما کلی داریم مثال برای موقعهایی که نرمالیزه کردن یک چیزی رو که برای بعضی توهین حساب میکنن باعث شده که وقتی میخواستن دیوارکشی بکنن جلوی دورور یک سری حرفایی، این دیوارکشی رو دیدن کار نمیکنه و از این روش دیگه استفاده نکردن. ما کلی نشون دادیم که این روش رو کار میکنه. ما هدفمون توی اون موقعی که توهین میکنیم، هدفمون از نابود کردن، ما برای نابود کردن اسلام روش‌های دیگه‌ای داریم. وقتی داریم توهین می‌کنیم به اسلام، اون موقع هدفمون در اون موقع اون استراتژی هدفمون نابودی اسلام نیست. البته هدفمون هست نابودی اسلام، ولی نه با این استراتژی. ما وقتی داریم توهین می‌کنیم به اسلام، موقعیه که دارن دیوار کشی می‌کنن دور و بر یه سری حرفایی، ما میگیم ما این دیواراتون رو می‌خوایم خراب کنیم که نشون بده که این روش کار نمی‌کنه. خب؟ اگر یه مسلمان بیاد بگه که شما شرط و شروط دارین برای آزادی بیانتون، ممکنه یه توهین هم به زرتشتی بکنیم، یه توهین هم به خودمون بکنیم که نشون بدیم نه، ما منصفانه آزادی بیان رو دفاع میکنیم، شرط شروط هم نداریم. برای همین کاربرد توهین کردن مثلا به زرتشتی و مسیحیت و بی خدایی تو این شرط اینه که نشون بدیم که ما فقط توهین به عقاید شما رو آزاد نکردیم، ما کلن توهین رو آزاد کردیم. نگاه کن ما با بیشتر نشون میدیم که اسلام برای ما با زرتشت، با نمیدونم فرض کن نه. ایران با همه چی یکیه. در نه. داریم میگیم که داریم میتون کردن باشون اصلاً اینطوری نیست. اصلا مخصوصا وقتی به خودم نرم توهین بکنیم. خب اصلا اینجوری نیست. بیا ببین من به این راحتی خب ریدم به اسلام، ریدم به زرتشتی، اسلام به شدت از زرتشتی بدتره. پیش راحت من اصلا چون گفتم ریدم به جفتشون، اصلا معنیش نیست که دارم میگم جفتشون یکیه. خیلی راحت. نگاه حتی اگه من بگم حرف تو هم درست باشه، نگاه کن یه راه حل منطقی نیست. مثلا شما داری مثلا یک فحش دادن رو نرمالیزه میکنی که مثلا بشه راحت‌تر فحش داد. بذار من یه سیکانسی بود تو ذهنم. حرف آخرتو بزن برم سراغ نبرد. دقیقاً حرف آخرم همینه. نگاه کن من یه فیلمی داشتم، یه سریال داشتم میدیدم درباره یه خانواده مال چیز بود، خانواده پادشاهی من انگلیس بود، خیلی سطح بالا بودن از لحاظ فرهنگی و اینا، خیلی با هم دیگه خیلی رو آداب و اصول صحبت میکردم. بعد یکی بود که این وسط خانوادهشون خیلی باعث جنایت شده بود و واقعا خانوادهشون تمام سریال نابود کرده بود. بعد توی یه قسمتش بود که این دختره میفهمه که این شخصی که تمام زندگیشون رو نابود کرده، باعث حتی کشتن خانوادهشون شده و همه اینا، اینه که الان داره باهاش صحبت میکنه. تمام انرژیشو جمع کرد با نهایت تنفری که مثلا فرض کن تمام سریال جمع کرده بود. میدون بهش چی گفت؟ بهش گفتش که فلانی تو آدم واقعا متوسطی هستی. یعنی متوسط بودن برای اون یه توهین بی نهایت بزرگ بود که مثلا بخواد به طرف مقابل بگه تو یه آدم متوسطی هستی. در فرهنگ‌های مختلف حساسیت کلمات‌ها فرق داره. مثلا بگو سریع‌تر بگو آریا، چون من باید برم سراغ بقیه، خیلی وقت گذاشتم. باشه، میگم مثلا حساسیت فحش و مثلا بالا پایین کردن هیچ ربطی به این نداره که مثلا ما یه مشکل واقعا حل کرده باشیم. این همچین چیزی به نظر من اینه من که مثلا مثالی اسلامو که زدم خیلی واضح بود. آریا جان واقعا برو گوش کن من چی گفتم. فقط موضوع حساسیت نیست. منم مثال اینه که زدم، شما اگه یه نفر حساسیت داره که به مادرش فحش میدین، نمیگم خب پس بریم به مادرش فحش بدین که این حساسیت بره کنار. من خیلی مثال واضح زدم که موضوع این بود که این مادر مثلا درست‌تر این بود که فرض کنیم مادر یه نفر یه سیاستمداره که داره سعی میکنه غیرقانونی بکنه فحش دادن به خودشو، اون موقع ما باید بریم فحش بدیم که نشون بدیم که این روش کار نمیکنه.
برای من نشون دادن فقط موضوع حساسیت نیست. اگه یه نفر حساسیت داره ما بریم فوش بدیم که اذیت فقط اذیتش بکنیم، خب ما کرم داریم. من نمیگم این کار اشتباهه، من از اخلاقی دفاع نمیکنم، از قانونی اینو دفاع میکنم، ولی از اخلاقی دفاعش نمیکنم. یه مشکل دیگه اونو... داریم نه دیگه آریا جان، ما حرف آخرم بگو، سریعتر بگو و کوتاه بگو. نگاه کن، من این مثالی که تو زدی رو من قبول دارم. یعنی اینکه مثلا فرض کن ممکنه، مثلا فرض کن در یک مقطعی آدم قرار بگیره که مثلا فرض کن یک نفر داره دور خودش یه سدی میشکنه میکشه که با یه همچین چیزی که تو داری میگی دقیقاً بشه اون سد رو شکست، اینو من قبول دارم. ولی قبل از اینکه آدم بخواد به اون نقطه برسه، مثلا اینکه بخواد همه چیزو با هم دیگه بدون رسیدن به اون لبه، به اون لبه که تو داری در باش اشاره میکنی، بخواد این شکلی بکوبه، این غلطه به نظر من. منم خب... میگم همه چی رو با هم نمیکوبیم، خب، ولی اگه کسایی که داره بهشون توهین میشه بگن که شما تو آزادی بیانتون شرطیه، ما برای اینکه بهشون نشون بدیم شرطی نیست، حاضریم به یه سری چیزای دیگه هم توهین بکنیم، حتی چیزایی که ما دوست داریم، که نشون بدیم که ما آزادی بیانمون بر اساس چیزایی که دوست زدش هستیم نیست، ما آزادی بیانمون مطلقه. اون موقع یه سری چیزای دیگه هم بهش توهین میکنیم که بهشون نشون بدیم که چقدر ما قبول داریم آزادی بیانو. شاید هدفشون اصلا همین بوده، شاید هدفشون این بوده که تو به اونا توهین کنی. من نمیتونم حالا ببین، هر چیزی که با یه سری عقایدی رو درست باشه تبلیغش میکنم، هی میام میگی جمهوری اسلامی هدفش این بوده که من اینو بگم اونو بگم. خب ممکنه جمهوری اسلامی اصلا هدفش این بوده که تو بیای بگی که جمهوری اسلامی هدفش این بوده که من اینو بگم. خب تو چه میدونی؟ من چیزایی که میدونم درسته براش تبلیغ میکنم. حالا فکر میکنید جمهوری اسلامی قد زرنگه که اصلا حرف در من گذاشته؟ خب شما این فکرا رو ببینید بکنید. من هر چیزی که میدونم درسته رو تبلیغش میکنم در هر شرایطی. ولی مرسی آریا جان. حالا به هر صورت من فکر میکنم حالا هممون باید یه مقداری فکر بکنیم درباره این که چی درسته چی غلطه، و منم هیچ وقت روی حرفم مطمئن نیستم. خب باش. مرسی، ممنون. ناراحتم نشه از دستم، بالاخره من از این گیرا زیاد میدم، زیاد به من چیز نشه. عالیه که می نه ببین من وقتی که میای هیجانی جوابت میدم به خاطر اینه که حرفای خیلی خوبی زدی. خب مرسی، فعلا خدافظ. بعدت بشم فعلا، بای.